السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خواهر من پیام خیلی طویل فرستادن در ارتباط به اختلاط یا صحبت با نامحرم پای تلفون که آیستا آیستا منجر به احساسات خیلی عمیقی و ایجاد بعضی از تراوشات ارمونی در بین این دو نفر شده و باعث شده که این خواهر احساس پیدا بکنه در مقابل آدم با وصف ازی که او به دروغ هم گفته و او عروسی کرده و بعد از زیزی پنهان کرده و باز گفته ما عروسی کردیم و احساس شان بجای کشده که حتی این خواهر گفته با که عروسی هم کردیم و میخوایم تو را داشته باشم و چون اینو و چران و اینا از طریق تلفون بعض کارهای ناشایسته را کردن که الله و رسولش صلی الله علیه و سلم او کارها را نمیپسنده و الله سبحانه و تعالی بیزار است این خواهر ما تحت فشارهای شدید جنسی شهوانی و گفته عام مردم عشقی قرار گرفتن چرا ما میگم به گفته عام مردم بخاطر در مورد عشق و هرمون هایی که باعث میشه که چونین یک عاطفه پیدا شود درباره باره از این ما تقریبا دقیقه صحبت کردیم و از شما عزیزان خواهش میکنم که این برای خواهر بفرستید تا در مورد هورمون اکسیتوسین که در زیادترش در دماغ خواهران پیدا میشه و باعث ایجاد بعض احساسات جاذبه و کاذبه میشه این را برای خواهر بفرستید تا در این مورد معلومات بگیرن خب اصل موضوع عزیزان گرام قدر اسلام عزیز به طور کلی خواه دختر, خواه دختر باشه خواه پسر باشه یا زن باشه یا مرد باشه اختلاط نامحرمه به خاطر حفظ عفت عمومی به خاطر حفظ عفت جامعه هر نوع ارتباط نامشروع و نامحرمه چی از سخن گفتن از روی شهوت باشه چی از نگاه شهوت آمیز باشه چی هست تکست و پیام و صحبت کردن و هر نوعی از کافی خوردن و با هم نشستن باشه تمام زیر اسلام عزیز منع کرده چون تمام اینا برمیگرده به حیا و عفت و پاکدامنی یک زن علال خصوص در جامعه ای که مرد سالاری باشه و مردان خیلی خیلی جامعه را قسم تنظیم کردن که او جامعه مرد هر گناه اگر بکنه او برش به تفاوت است اما زنها اگر این گناه را بکنن در تو جامعه اونا دفتن مردود قرار داده میشن گناه گناه هست چی دختر باشه چی به باشه چی زن باشه چی مرد باشه اردو از اینا اگر نامحرم باشن خاطر حفظ عفت جامعه حفظ عفت زن و مرد باید از این اختلاط دوری بکنن و این خیلی خیلی گناه بزرگی هست الله سبحانه و تعالی از این گناه راضی نیست و الله سبحانه و از گناه خفه میشه الله سبحانه تعالی ناراض میشه و الله سبحانه تعالی خوش نداره که بندگانش حدود الهی را قانون الهی را بشکنانن و اینا پای صحبت های شهوت تا بالاخره به با او جای بکشه که احساسات خیلی عمیق در قلب های ای خواهر و ای شخصی که پای تلفون اینا با هم معاملات خیلی خطیر را داشتن گپ به اونجا برسه و اینها حتی گپ به خودکشی و اینها برسه برادر و خواهر مسلمان من نیازهای عاطفی و غریزه های دیگری که در ایام جوانی انسان را به سوی دوست داشتن و عشق ورزیدن ساق میته که البته یک امر طبیعی هست یک امر غریزی هست و کمتر میتونه راه را برای گریز از او پیدا بکنه انسان و بنابراین اون چیزی که برای یک مسلمان خیلی اهمیت داره عفت و پاکدامنی خودش است کنترل غریزه هایش است که غریزه هایش بر احساساتش غلبه نکنه و پرهیز از مخاطرات هست که ممکن است فرد به گرفتاری های مختلف روحی و جسمی دچار بکنه برادر و خواهر مسلمان دوست داشتن و عشق ورزیدن اگر از مسیر معین مشخص و صحیح استعفا نشه عوارض خیلی نامطلوب را برای انسان ایجاد میکنه و او مسیر معینش چی است مسیر مشخص دوست داشتن و محبت ورزیدن چی هست او مسیر معینش و سعی شمی است که وقتی که انسان یک مرد با یک زن عروسی میکنه بعد از این محبت بین اینا پیدا میشه اطوفت بینشان پیدا میشه که در این مورد ما خیلی صحبت ها کردیم در موضوع عشق و عاشقی از دیدگاه اسلام تقریبا اضافه تر از چل چل دقیقه ما صحبت کردیم که تمام موضوع حقش در اونجا ادا کردیم که عزیزان باید را بشنوند تا مکملا اونا به تفصیلات پی ببرند پس ما اگر عشق ورزیدن یا دوست داشتن و محبت از مسیر معینش از مسیر مشخصش از مسیر درست و صحیح از او اگر ما ای را به یک سوی دیگه سواق میتیم پس او عوارز نامطلوب خودش داره که یکی از امون امی هست عوارز خیلی خطرناک سایکولوژیکی و روانی هست که به این خواهر ما رخ داده و قسمه که معلوم میشه این بچه در پاکستان است و پاکستانی هست و این خواهر ما در افغانستان است برای از که مشکلات که بین دو کلچر پیدا میشه قسمه که این خواهر در پیامشان نوشته هست که ما اصلا ایران نمیشناختم تصویرش نداشتم تا بالاخره که تصویرش دیدم بسیار دلم از او بد شد خب شما اصلا ببینین که غریزه ها انسان را به کجا کجا میکشانه این از دیدگاه سایکولوژیکی و روانشناسی وقتی که شما یک نفر را بینین و پای تلفن با او صحبت میکنین, میکنین 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 و وقتی که شما یعنی یک, یک, رابطه با او پیدا میکنین یک رابطه خیلی مستقم پیدا میکنین تعلقات و انگیزه های در فکر شما و در قلب شما ایجاد میشه و بالاخره هورمون هایی را بدن شما افراز میکنه که شما را وابسته به او میسازه اما وقتی که شما یک قدم به حقیقت نزدیک میشین یک قدم و تصویر از او را میبینین بعد از میگین او ای ای تو بوده حقیقت خو این است بعد از او کمتان دلتان سرد میشه شما میبینید درک نمیکنید نمیدانید حقیقت را نزدیک می شوید یک قدم دیگر هم به او نزدیک می شوید رنج می برید باز هم شما نمیدانید غیب را که نمیدانید هیچ کس غیب را نمیداند باز هم یک قدم دیگر به حقیقت نزدیک می شوید هر قدری که شما حقیقت را می دانید و می دانید و می دانید رنج شما بیشتر شده می ره. در موضوع عروسی هایی که بنابر عشق و عشقبازی صورت گرفته بعضی از مشکلات در بین خانواده ها پیدا شده که در اونجا حضور داشتیم و از نزدیک ما مشکلات این خانواده ها را دیدیم و مطالعه کردیم و تحقیق کردیم خب چگونه با هم عروسی کرد عشق و عاشقی چند سال با هم عاشق بودیم و این بودیم و آن بودیم و دو سه سال با هم خوب بودیم دفتا چیزی در, در این زن است که خوش من نمی آید و یا چیزی در این مرد است که خوش زن نمی آید بله شما می بینید در دامش میفتید فکر نمی کنید بعد از اینکه چند روز بعد که عروسی کردید نکات ضعفش را که دیدید بعد از او دلتان را میزنه این امانند امان سیب سرخی هست که از داخل کرم زده و بیرونش خیلی سرخ و زیبا و جلایش و جلادار است و, و این مشکلات هست که برای انسان ها رخ میده من مخصوصا در سنین جوانی که این جاذبه و اساسیت در حوج خود است در نتیجه هر چند یک جوان که بخواید که رعایت مسائل شرعی و عرفی را در دوستی با جنس مخالف بکنه اما تمایلات نفسانی از او و وسوسه های شیطانی قوی تر از او است که انسان گرفتار خطرهای بزرگ نشه بدون شک که در ات معاملات شیطان تلوسه میکنه تمایلات نفسانی انسان هست وسوسه های شیطانی هست اگر همی وسوسه ها نباشه و امی تمایلات جنسی و نفسانی انسان نباشه اقلا ما بر شما گفتم میتونم که از دیدگاه سایکولوژیکی اسلامی و سایکولوژیکی روانی بشری اصلا انسان علاقه نمی باشه به این کار دست بزنه به امی جهت است که عقل این را اقتضا میکنه که انسان خود در معرض خطره که بسیاری از خوشباورا در او گرفتار شده خود قرار نده و این خوشباوری این خواهر ما هست و من نمیگم تنها خواهر ما خوش باور است زنان جنس لطیفی هستند اینها زیر بار احساسات میرن به بسیار سادگی اگر قرار باشه که یک موضوع عدلی را به یک زن بسپارین و ایره بگین شما قضاوت بکنید و در محکمه یک زن دیگر بیاید و با او گریه بکند یا یک مرد بیاید و بسیار جگر جگرخونی و گریه بکند و بیفتد بر زمین پس امین زن چون احساسات خیلی لطیف دارند زنان زیر بار احساسات میره از این که او عدالت برقرار بکنه و درست قضاوت بکنه چی میشه؟ زیر بار احساسات میره و قضاوت کرده نمیتونه از اون خاطر از که شریعت برای زن اجازه نداده که او در مسائل قضا چی کنه به قضاوت بکنه قرآن کریم، این قرآن کتاب زیبایی که در او فرمول زندگی تمام انسانها هست در دو جای یکی در سوره مائده و در سوره نسا زنا و مردا از داشتن روابط دوستانه با جنس مخالف به کلی برحذر داشته و ایچون این معاملات و ایچون این دوستی ها را قرآن کریم مورد مذمت قرار داده الله سبحانه و تعالی با دختران که روابط دوستی مخفیانه با دیگران داشته باشه میگه که ازدواج نکنین الله سبحانه و تعالی میگه یعنی اونا را با اجازه خانواده هاشن به امسری خود در بیارید و مهرشان را به طور پسنده با آنها بدین به شرط ای که اونا پاک دامن باشند و زناکار و دوستگیران پنهانی نباشند غیر مصافحت ولا متخیزت اغدن هدف از قرآن آیت قرآن امی هست یعنی به امسری بگیرید کی ره؟ آنان را به بگیرید که اونان پاک دامن باشند زناکار نباشند دوستگیران پنهانی نباشند چرا قرآن این را کرده؟ به خاطر از ای که احساسات ای زن یا احساسات ای زنا و دخترا که دوست پنهانی گرفتن و در دامن خود لکه از ننگ را گذاشتن و یک قدم به سوی زنا نزدیک شدن اونا تمام احساساتشان اوایی میشه شیطان ای را تلبیس میکنه از حق دور میشن تمام زندگی خود هم غم خود زیر بار احساسات حواطف خود اینا قضاوت میکنن و باز هم در سوره مایده الله سبحانه و تعالی به مردا خطاب میکنه که شما امرای زنان پاک دامن مسلمان ازدواج بکنین و باز میگه که خود شما پاک دامن باشین نه زناکار و نه یکی از زنانی که میگه در پنهانی دوست میگیرند ولا متخذ اخدان نه از او زنان که پنهانی دوست میگیرن پس رابطه دختر و پسر اگر به معنی داشتن رابطه عاطفی و دوستانه باشه که از دیدن و صحبت کردن یکدیگر دیگر اونا شاد شوند و لذت ببرند قطعا یکی از محرمات است یکی از گناهان بزرگ است و ای یک, یک, یک از ارتباطات است که الله سبحانه و تعالی از این خوشحال نیست از این راضی نیست و پیام طویلی که این خواهر ما نوشته این مال و مال از احساسات هست که اینا زیر بار چنین احساسات رفتن و آنقدر جوان بودن در سنین جوانی توسط یک مرد اینا اغوا شدن از تمام پیامی که اینا برای ما فرستادن درست اگر تحقیق بکنه آدم معلوم میشه که خواهر ما شکار یک نفس شهوتران یک مرد شده که او فقط به خاطر شهوت بر اساس شهوت و ساعتیری میخواد که امرای خواهر ساتری بکنه چون بار بار اینا رابطه چون قطع شده و باز مردکت دوباره با این تماس گرفته و این قانون شهوت است قانون شهوت چی است؟ هر وقت که شهوت غلبه کرد حتی انسان که اگر شهوتران ران باشه زنا خو میکنه حتی به خاطر زنا دزدی هم میکنه قتل هم میکنه غارت هم میکنه دروغ هم میگه این قانون شهوت هست عزیزان گرام قدر اگر انسانی که او شهوت ران باشه و شهوت و هوای نفس خودم مهار نکنه به خاطر رسیدن به شهوت دروغ میگوید حرام میخوره حرام میکنه حرام میبینه و کمایی حرام را به دست میاره و حتی به خاطر رسیدن بشود او قتل هم میکنه سحر و جادو از بیازو میکنه متاسفانه ما در زمان از فتنه ها قرار داریم که اکثریت مردان به خاطر به دست آوردن دل زنان زنان را میرن نزد های دجال نزد این کسیف ها که اونها خودشان مشرک هستن دخترها را سهر میکنن برایشان کافی است که نام از دختر را بفهمن برایشان کافی است که یک تصویری از دختر داشته باشن چی رسه که او تصویر برهنه یک دختر را در تلفنشان بگیرن و, و او را نزد جادوگر ببرن و, و سهر آلت را بالای انسان ها میاره که انسان نارمال را به انسان اب نارمل تبدیل میکنه زندگیش از آلت نرمال به کلی می کشه پیام من برای این خواهر مسلمان ما و برای خواهران دیگر هی است که از اختلاط با نامحرم پرهیز بکنید از اختلاط با کسانی که الله سبحانه و تعالی برای شما اختلاط با اونا منع کرده پرهیز بکنید هر چیزی که سبب رسیدن شما به یک نامحرم را محیا می سازه. اگر او اینترنت باشه اگر او چت و چت بازی باشه اگر فیسبوک باشه اگر تلفن باشه از او دوری بکنید ولا و خطوات الشیطان از خطوات شیطان شما پیروی نکنید چرا شیطان شما را پله به پله به زنا می رسانه پله به پله به زنا می رسانه اگر این رابطه شما فعلا تلفنی بوده شیطان تا وقتی که را به زنای جسمی نکشنه شما را رها نمیکنه اما ای انسان است که تصمیم میگیره لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم از حول و از قدرت الله سبحانه و تعالی میترسه انسان از گرفت الله سبحانه و تعالی میترسه و توبه میکنه به ذات پاک الله سبحانه و تعالی دوباره رجوع میکنه شب میخیزه در تهجد دعا میکنه میگه یا الله من میخوایم توبه بکنم توبه از دل میخوایم بکنم توبه بی برگشت توبه نسوح نمیخوایم به این گناه دوباره برگردم یا الله افت ما پاک, ما پاک دامنی ما عزت ما شورت اسلامی ما ایمان من با ارزشتر از نفس های ما است با ارزشتر از نفس و از شهوت و از تمام این زشتی ها و پلشتی ها است که ما سر سجده را به او گذاشتیم اما سر سجده را به تو نگذاشتیم الله هر کسی که به الله سبحانه و تعالی سجده بکنه به الله نماز بخونه نماز از او از اخلاص باشه از اعماق قلبش باشه او هیچ وقت پشت اوا او و حواس نمیگرده او سعی میکنه که فقط به الله سبحانه و تعالی بکنه دردش به الله بگه مشکلش به الله سبحانه و تعالی بگه شب خیز که عاشقان به شب راز کنند اصلا عاشقی نیست دهی محبت و عطوفت است شب خیز که عاشقان به شب راز کنند گرد در و بام دوست پرواز کنند هر جا که دری بود به شب در بندند هر جا که دری بود و شب در بندند الا در دوست را که شب باز کنند بهترین محبت همین محبت است که انسان با الله و با خالق تمام دنیا میکنه یک مرد که یک زن زیبارویی روی میبینه چشمش پایین میکنه فضایل بن عیاس باری با رسول الله صلی الله علیه و سلم استاده بود زن رد میشد به طرفش نگاه کرد سرشم چرخ داد رسول مبارک صلی الله علیه و سلم با بسیار لطفت سرش دوباره چرخ داد گفت فای اون نگاه اول مال تو بود نگاه دوم از شیطان است دختره که او یک بار برای هوا و حواس با مرد نام مرد نامحرم صحبت کرد بار دومی کار نمیکنه. توبه می کنه از الله می ترسه اما اگر بار دوم سوم و چهارم پنجم کرد آیا از قلبش از چشمش فرار می کنه و هر باری که این کار را میکنه یک نقطه سیاه در قلبش ظاهر میشه دو بار دو نقطه سه بار سه نقطه هزار بار هزار نقطه سیاه تا به اندازه ای که تمام قلب ایسایی فرا میگیره و اگر تمام قلب سیاه شود انسان او وقت تمام بدنش سیاه میشه و او در منجلاب گناه غرق میشه پس چقدر زیبا بودی شیره که برای شما گفتم شب خیز که آشقان به شب راز کنند گرده در و بام دوست برواز کنند شب بخیزید نماز تعجد بکنید برای خالقتان دعا بکنید در سجده هایتان دعا بکنید توبه بکنید از الله معافی بخواهید الله میبخشد بخشد شاء الله تعالی هر جا که در بود به شب در بندند الا در دوست را که شب باز کنند شب خوف داره انسان ها وقتی که میخوابند تمام دروازه ها را بسته میکنند میبندند تا دوز نبیه این نبیه. فلان نبیه ایو ایوانات وحشی تمام درها بسته میشه شب الا در دوست را که شب باز کنن اما در دوست شب باز میشه الله شب در سوس اخیر شب در آسمان دنیا پایین میشه و او از بندگانش سوال میکنه آیا کسی هست که از ما چیزی بخواید که ما را برش بتم آیا کسی هست که از ما طلب مغفرت بکنه که تا او را ببخشم سبحان الله همه بندگان در خوابند پس سوال کننده عزیز شما این کار را بکنید از الله بترسید این احساسات که برای شما خلق شده احساسات کاذبه و احساسات هست که به درد شما نمیخورد خواهرم شما به الله پناه ببرید از کار صبح از کار شام از کار نوم قرآن بخوانید این از کار را اصلا یادتان نره خواهرم تهجد زیاد بخوانید و از الله سبحانه و تعالی بخوایید که تا در قلب شما سرات مستقیم را مهر تحیید سرات مستقیم را در قلب شما بزند و تاپه بکند که تا شما پیرو نفس و امیال نفسانی نشوید تا آل کردید شد گذشته بود به الله بسپارید انشالله که الله سبحانه و تعالی توفیق بدهد که تا شما توبه بکنید و الله ببخشد و لذت در این بخشایش الله هست لذت در این توبه هست لذت در این نیست که شما بار بار برای اون انسان هایی که مانند گرگ با وصفه که زن و اولاد اینا هم دارن مانند گرگان درنده دنبال ناموس مردم هستن دنبال دختران مردم هستن دنبال زنان مردم هستن نباید شما دنبال این حواس های مردان گرگ صفت شوید خواهرم راه راست را پیشه کنید اما که ار روز سی و دو بار ما میگوییم اهدن السراط المستقیم روزانه ما سی و دو بار سنت و فرض نمازها را ادا می کنیم در هر بار سوره فاتحه را می و می که که هیدن سرعت المستقیم چرا برای مستقیم ادایت نمی چون با زبان می گوییم اهدن سرعت المستقیم اما اعمال خلاف است اعمال ما اعمال برای مستقیم نیست میگویم گوییم الحمدلله رب العالمین ستایش مر پروردگار بردگار عالمیان راست اما میریم ستایش برای یک مرد نامحرم میکنیم میریم ستایش برای نفس خود میکنیم میریم نفس خود را دست بر روی نفس میکشیم برایش میدهیم تا بخورد و چاق شود الرحمن الرحیم میگوییم اما باور نداریم رحمان الرحیم که الله هست میریم دست مردان نامحرم میریم دست پای زنان نامحرم اونا که نه رحمان هستن نه رحیم رحمان و رحیم که الله هست میگویم مالک یوم الدین که یا الله تو مالک روز جزا هستی تو پادشاه روز قیامت هستی روزی که اما انسان ها از گناهانشان تن و بدنشان میلرزد قلبهایشان داغ میاید دماغهایشان مغزشان از حرارت روز محشر انفجار می کند. دماغهایشان مغزشان میجوشد مانند آب میگویم که مالک یوم الدین میگیم که تو مالک روز جزا هستی پس اگر میگی مالک روز جزا هستی پس چرا از اون نمیترسی چرا کاری میکنی که در روز معشر دماغ تو به جوش بیاید هر روز سی و میگی که مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین نماز سنت صبح این را میخوانی فرض این را میخوانی در ظهر هم این را میخوانی در عشا و در در وتر هم این را میخوانی که مالک یا الدین مالکی یا میگویی اما باور نداری که مالکی یوم الدین است پس این چه شد شرک شد نشد میگویی ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تو را میپرستیم و صرف از تو استعانت میطلبیم اما میری چی را پرستش میکنی شهواتت را نفست را پرستش میکنی آنچه قلبت برایت گفت که بکن بکن این را بکن این را بکن اما را پرستش میکنی الله هر شب میآید، هر شب به آسمان دنیا میآید. از تو سوال می کند که بیا که من تو را ببخشم در خواب نازی یا کن عبد و یا کن استعین برای الله هست برای این نیست که انسان برود از مردان نامحرم از زنان نامحرم چیز را بخواید که اونا نمی توانند برایش بدهند تو را میپرستیم باره اله. تنها تو را میپرستیم و تنها از تو استعانت میطلبیم اما میرویم نفس های خود را پرستش میکنیم عاشق نفس های خودمان هستیم عاشق اوا و حفظ هستیم اوا و حواس خودمان را میپرستیم بعدش الرز ميجي كي اهدنا الصراط المستقيم مرة براي راست ادعيات كن دبّار ودبار ميجي يا اه انا اي عزيز من اي خوهر برا برادر مسلمان من ميجي اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم سوى دبّار روز انا میگوی. اما نمي شوات كي نمي شوات و نمي شوات چرا؟ با قلبت نگفتی که اهدن نصرات المستقیم با پا و دستت بسوی غیر رفتی با شهوتت بسوی غیر رفتی با اوا و حواست با پولت با منصبت با دنیایی که تو داری اون دنیای کوچکی که برای خودت درست کردی کارهای غیر میکنی میگویی اید نسرات المستقیم اما نمیخوایی که اید نسرات المستقیم شوی نمیخوایی که برای راست بروی کج میروی کج پا میگذاری کج میگویی کج میخوری کج مینشینی شهوتت را کج کردهی عواس را کج کردهی شهوت راست با با خانه است با زنت است چشمت را کج کردهی همه چیز را کچ کرده ای بعدش میایی میگویی اهدن سرات مستقیم. چگونه الله سبحانه و تعالی ترا سرات مستقیم را نشان بداد عزیز من پای این آن نشسته از اون میخوای از این میخوای از این میکنی می اما باز هم اهدن اهدنا الصراط المستقیم استغفر الله صراط الذین انعمت علیهم هر روز سی و بار که رای آنها را برای من رهنما یا الله که بر آن نعمت کرده نعمت شدگان شهدا صدیقین صالحان پیامبران اولیای الله سبحانه و تعالی اما با صالحان نمیشینی با دوستان ناباب ملاقات میکنی با نامحرم صحبت میکنی با دوستان الله غش کرده با قرآن غش کرده پای صحبت غیر می پای دشمن الله می پای دشمن اهل سنت جماعت می اما پای دوست دوست الله هست اولیای الله هست دوستان الله هست صالحان هست نیکان هست پای اونا نمیشینی انعمت علیهم امین است که غیر المغضوب علیهم رای آنهای را به ما ما ای بار الها که تو بر آنها غضب کردهی یهود و نصارا بالایشان غضب شده عشق عشق بازی از این یهود نصارا آمد والنتاین از اینجا آمد روز والنتاین روزی بود که یک کشیش وقتی که در بندی خانه بندی بود یک دختر عاشق شده بود و باید کشیشان ایج وقت در زندگی باید درشی نکنن و دختر عروز میامد آمد با او زنا می کرد در بندی خانه پنهانی با او می دید. تو میگی که غیر المغضوب علیهم یا الله سی و دو بار میگه که غیر المغضوب علیهم رای کسان را به من من و ما که بر آن غضب کردهی بالا یهود غضب است اعمال یهود را انجام میدهی بالا نصارا غضب است تمام اعمال نصارا را انجام میدهی روز والنتاین را تو داری برقرار میکنی و نمیدانم والنتاین اد... اول که نامحرم با این آن بلاقات داری بعدش هم برایش میگه عزیزم والنتاین مبارک عید مجوس و نصارا را به فرق سرت گذاشته ای یلدا که نمیدانم این که آن که آتش پرستان چارشنبه سوری که این و آن را در قلبت نقش کرده ای در کتابچه یادداشت خاطراتت می نویسی که فلان روز روز یلدا هست فلان روز روز والنتاین است فلان روز روز فلان و بسملان است. اما ار شب خالقت می آید در آسمان دنیا خالق تمام دنیا خالق افت آسمان و افت زمین و خالق عرم که در بین اینها هست این قدر خالقت نزد تو به ارزش است غیر المغضوب علیهم سی و دو بار میگی اما مخالفش کار میکنی مخالفش عمل میکنی از اعیاد نصارا و یهود که بالایشان غضب شده تو پیروی میکنی ولا الضالین یا, یا الله مرا از گمراهان نساز سی و دو بار هر روز میگویی که مرا از گمراهان نساز از گمراهان نساس اما اعمالت را نگاه کن اعمالت گمراست اعمال انجام میدی که تو را برا نمیبرد به صراط المستقیم نمیبرد به بیراه میبرد این است اسلام این است حقیقت اسلام این است حقیقت توحید این است حقیقت الوهیت این از حقیقت ربوبیت این از حقیقت اسما و صفات الله سبحانه و تعالی این از حقیقت صراط المستقیم که در سوره فاتحه نهفته هست هر روز سی و دوبار میخوانیم اما با نامحرم میشینیم سخنان نامحرم میزنیم سخنان ناموزون میزنیم برای سرات المستقیم تلاش نداریم مخالف سرات المستقیم روان هستیم جامعه را به ققرا بردیم اختلاط زن مرد را, را رایج ساختیم درامه های مبتزل در تلویزیون ها تمامش اختلاط زن و مرد اون دختره جوان شده بیچاره میآیه پلوی مادر و پدرش می پدر با غیرتش میایه امون میگه تو بذار امین درامه را میبینن نگاه میکنند با هم یک جا چه چه خنده هم میکنند این شد ناموس این شد ناموس بالای دروازه جنت نوشته دیوس داخل جنت نمی شود هر کسی که برای ناموس خودش برای ناموس دختر و زن و اولادش غیرت نکند داخل جنت نمی رود رابطه های نامحرم را رایج دادیم با دختر باکره ایمان می نشینیم یک جا این درامه هایی که در آن زن و مرد م... میآیند و با هم عشق عشق بازی میکنند که هنوز عروسی هم نکردند ت... طبعا دیگه البته سوژه تمام این دراما همین است در خانه می نشینند بالای میز بوتل از واین و گلاس های واین گذاشته و سعنه است از که اونا... اون, مرد بازن اولادش می بیند شرم هم نمی کند آر هم ندارد بعضش میگه که کاکا آجی خیلی آدم نمازخان است سی و دو بار میگوید الحمدلله رب العالمین سنا و صفت الله عالمیان راست این را میگوید اما میآید خلاف رب العالمین کار میکند خلاف حدود الهی عمل میکند انگشتان دستش بلد است که چگونه چینل های کانال های مبتزر را تبدیل بکند اما قلبش بلد نیست که چگونه سویچ خود را از عالم شیطان بدل بکند به با عالم بالا جامعه به سوی بدبختی و قهقرا روان است دختران جوانمان را چنین از دست می دهیم پسرانمان را چنان از دست می دهیم این است حقیقت زندگی که ما در آن زندگی می کنیم حقیقت جامعه که ما در آن زندگی می کنیم این حقیقتش است عزیز من کسی که قرآن نخواند کسی که معنی سوره فاتحه را نداند اون کجا میداند که در این سوره فاتحه چی اسرار نهفته است اون کجا میداند که معنی این چی است تفسیر این سوره فاتحه چی است کسی که نداند که نمیداند آن کسی که میداند و با, با وصف این که میداند باز هم این کار را میکند پس پس با اون چی معامله بکنیم برادر و خواهر مسلمان من معامله شما با الله هست انسان که میگوید مالک یوم الدین از مالک یوم الدین باید بترسد از روز جزا بترسد از روز محشر بترسد از سختی های روز محشر بترسد از اون خالق منان بترسد حدود الهی را نشکند حرام ها را حرام حلال حالا حلال حلال, حلال. مشتبهات را مشتبهات بداند قاطی نکند از الله بترسید عزیزان من هر روز میگوی مالک یوم هر روز سی و دو بار اونی که نماز میخواند میگویم اونی که نمیخواند که نمیخواند چگونه الله سبحانه و تعالی چادر رحمتش را بر بالای این سرزمین بگستراند چگونه چگونه نمیشود که نمیشود نمیشود تقوا نداریم که آرام نداریم والله که ما تقوا نداریم آرامم نداریم الله سبحانه وتعالى إدايته من بكونات. آمين يا رب العالمين.